دوستای خوبم سلام، الهام هستم با مبحث جدیدی از درس زیست‌شناسی سلولی مولکولی لودیش در خدمتتونم. قراره تو این ویدیو در مورد انواع پیوندهای شیمیایی اهم از کوولانسی و غیر کوولانسی که بین مولکول‌های کوچیک ایجاد میشه تا ماکرومولکول‌ها رو ایجاد کنه با هم دیگه صحبت کنیم. اگه این قبیل ویدیوها رو دوست دارین کافیه سابسکرایب کنین و لایک هم فراموش نشه. بریم سراغ درس. خب قراره در مورد پیوندهای کوولانسی و غیر کوولانسی صحبت کنیم، ولی قبلش باید با چهار مفهوم پایه شیمیایی آشنا بشیم. اولین مورد در رابطه با مکمل شدن دو مولکول در کنار همه. اینجا می‌بینین که دو پروتئین از نظر شکل مکمل هم هستن، ولی نیازمند یک سری کیمیکال پراپرتیز ها هستن که این مثل پیوندها که این دو پروتئین بتونن در کنار هم قرار بگیرن. مورد دوم اینه که مولکول‌های کوچیک کنار هم قرار می‌گیرن تا یک ماکرومولکول رو ایجاد کنن. برای مثال برای سنتز دی ان ای 4 نوع نوکلئوتید به عنوان مونومر میان در کنار هم قرار می‌گیرن، یک ماکرومولکول دی ان ای که پلیمر هم بهش گفته میشه ایجاد می‌کنن. مورد سوم مربوط به تعادل شیمیایی هستش. تعادل شیمیایی یا کای ای کیو که از اکویلیبریوم گرفته شده چی هستش اصلا؟ ببینیم بچه ها، تو واکنش های شیمیایی پیوند های کوولان شکسته میشه و پیوند های جدیدی تشکیل میشه تا محصولات واکنش رو بسازن. وقتی واکنشگرها با هم ترکیب میشن و قبل از تشکیل محصول، سرعت واکنش در جهت رفت یا کای فوروارد به وسیله غلظت اولیه واکنشگرها تعیین میشه. با پیشرفت واکنش و تجمع محصولات، غلظت واکنشگرها در واقع کاهش پیدا میکنه و سرعت رفت نیز کم میشه. اون وقت مقداری از مولکول های محصول در واکنشش برگشت شرکت میکنن، یعنی کای ریورس یا آر، و واکنشگرها رو دوباره تولید میکنن. واکنش سرعت واکنش برگشت ابتدا آهسته است، ولی با افزایش غلظت محصول سرعت برگشت نیز افزایش پیدا میکنه. در نهایت سرعت واکنش رفت و برگشت یکسان میشه و غلظت واکنشگرها و محصولات هم تغییر نمیکنه. تو این حالت میگیم سیستم در حال تعادل شیمیایی هستش. مورد آخر از چهار مفهوم اولیه شیمی، انرژی لازم برای سلول ها خصوصا برای تشکیل پیوند هستش. این انرژی از هیدرولیز ATP یا همون آدنوزین تریفوسفات به ADP به دست میاد. انرژی قابل استفاده تو مولکول ATP تو پیوندهای فسفوانیدریدین نهفته شده. اما میرسیم به بحث انواع پیوندها که بین مولکولها ایجاد میشه تا ماکرومولکولها رو ایجاد کنه. پیوندها به دو گروه عمده کوولنت و نان کوولنت یا غیر کوولانسی همون تقسیم میشن. مولکولهای غیر کوولانسی خودشون چهار نوع مختلف هستن که شامل پیوندهای الکتروستاتیک یا همون یونی، پیوندهای هیدروژنی، پیوندهای واندرواس و پیوند هیدروفوبی یا آبگریز هستش که تک به تک در مورد هر کدومشون صحبت میکنیم. پیوندهای کوولانسی پیوندهایی هستن که تو تشکیل اونها عناصری مثل اکسیژن، نیتروژن، هیدروژن، کربن و فسفر شرکت میکنه، به طوری که این عناصر الکترون‌های خودشون رو به اشتراک میذارن و پیوند تشکیل میدن. اینجا ملاحظه کنین که کربن با 4 تا الکترون خودش میتونه با 4 تا هیدروژن که هر کدومشون هم یه الکترون داره بیاد با هم پیوند کوولانسی تشکیل بده. اینا الکترون های خودشون رو به اشتراک میذارن و با تشکیل 4 پیوند کوولانسی CH4 یا همون متان رو تشکیل میدن. تو تشکیل پیوند کوولانسی یه مولکول آب خارج میشه. بنابراین پیوندهای استری، پپتیدی، گلیکوزیدی از جمله این پیوندها هستن. تو حالت الکترونگاتیوی بعضی عناصر مثل فلور، اکسیژن و نیتروژن قدرت جذب الکترون بیشتری دارن. مثلا یه مولکول آب رو اینجا میبینین که از یه اکسیژن و دوتا هیدروژن ساخته شده که اکسیژن خاصیت الکترونگاتیوی بالایی داره و الکترون بیشتری سمت خودش جذب میکنه و یه شارژ تقریبی منفی رو خواهد داشت. ولی هیدروژن قدرت جذب الکترون بالایی نداره و پارشال
پازیتیو شارژ رو میگیره و بنابراین این اتفاق باعث میشه که مولکول آب یه مولکول دو قطبی باشه. یه مبحثی در مورد پیوندهای کووالانسی وجود داره به نام استروئیزومر. وقتی یه اتم کربن به 4 اتم مختلف متصل بشه بهش میگن کربن کایرال که با آلفا هم نشون داده میشه. تو این حالت این مولکول میتونه 2 ایزوفرم مختلف دی و ال داشته باشه که دقیقا حالت آینه یک دیگه هستن و هر کدوم هم خاصیت شیمیایی خاص خودشون رو نشون میدن. به این حالت آینه 2 ایزوفرم دی و ال استروئیزومر گفته میشه. اما تا اینجا در مورد پیوندهای کووالانسی به طور کامل صحبت کردیم. از این اسلاید به بعد در رابطه با پیوندهای غیر کووالانسی صحبت میکنیم. پیوند الکتروستاتیک یا همون پیوند یونی از پیوندهای غیر کووالانسی هستش که در نتیجه واکنش یک کاتیون یا همون بار مثبت با یک آنیون که داره بار منفیه ایجاد میشه، مثل NaCl. این پیوندها دو تا ویژگی خیلی مهم دارن. اول اینکه هر چقدر غلظت واکنش دهنده ها بیشتر باشه پیوندها ناپایدارتر خواهند شد و دوم هم اینکه این پیوندها تو محیط آبی به شدت ناپایدار هستند و مثلا وقتی NaCl تو آب حل بشه پیوندهای یونی بین سدیم و کلر شکسته میشه و Na مثبت با O منفی و Cl منفی با H مثبت واکنش جدیدی برقرار میکنه. پیوند غیر کووالان بعدی پیوند هیدروژنی هستش. هر اتمی مثل اکسیژن یا نیتروژن که تو بیرونی ترین لایه خودش الکترون آزاد داشته باشه میتونه هیدروژن رو که فقط یک بار مثبت داره رو جذب کنه و پیوندی تشکیل بده که این پیوند تو این پیوند حتما یک اتم هیدروژن شرکت کرده. به این پیوند پیوند هیدروژنی گفته میشه. بنابراین هر مولکولی که با آب واکنش بده مثل واتر واتر، الکل واتر، آمین واتر، پپتید گروپ واتر و استر گروپ واتر همشون دارای پیوند هیدروژنی هستن. پیوند سوم از سری پیوندهای غیر کووالان پیوند واندرواسیه. این پیوندها پیوندهای خیلی ضعیفی هستن و توسط دو قطبی‌های ناپایدار ایجاد میشن. به این ترتیب که وقتی دو اتم به شکل غیر کووالان به هم نزدیک بشن بینشون پیوند واندرواسی برقرار میشه. تو این پیوندها دو اتم نمیتونن خیلی بیش از حد به هم نزدیک بشن و نزدیکی بیشتر باعث میشه که دو تا اتم از همدیگه دفع هم بشن. پیوند آخر پیوند هیدروفوبی یا آبگریزه. به علت اینکه مولکول های غیر قطبی فاقد گروه باردار هستن بنابراین نمیتونن با آب پیوند هیدروژنی تشکیل بدن. در نتیجه تو آب نامحلول هستن و میان به شکل یک توده در میان. اما اگه بخوام یه اوورویو در مورد قدرت انواع پیوندها داشته باشیم میبینیم که پیوندهای غیر کووالان از پیوندهای کووالان ضعیف‌تر هستن، خصوصا واندرواسی که در بین پیوندهای غیر کووالانسی هم خیلی ضعیف‌تر هستش و هر چقدر به این سمت میریم در واقع نشون دهنده افزایش قدرته که پیوندهای کووالانسی نسبت به غیر کووالانسی قدرت بیشتری دارن. خب دوستای خوبم، امیدوارم که این مباحث به دردتون بخوره. سابسکرایب و لایک هم فراموشتون نشه. خدا یار و نگهدار.